احترام نخست فرید. ببینی چه چشای خوشگلی هم دارم اینجا. شوربازه ششم را میآوازه. بیاغاز. انتقادات و پیشنهادات. بله. این ابرایی که دفعه پیش اضافه کردیم و دوست داشتن فقط گفتن که حرفایی که توش نوشته میشه خوانا نیست. تو هم دوست داشتن فرید و برامون کامنت گذاشتن این که فرید تونتون خبرها رو میگه خیلی خیلی خوبه. انتقاد کردن به همون مدت زمان برنامه کمه، شما مابین رو میپرید. در نهایت شوخی ها رو نمیگیرن و ما خود بوییم و خود خندیم شدیم. شوربا زبان خودش رو داره، باید به ما دل بدید. شما دل بدید ما قلبه. دو نفر هم هستن ویدیوهای ما رو دیسلایک میکنن، کامنت بذارین و بگین که از چیه برنامه های ما خوشتون نمیاد. شاید اصلا کلا با ما حال نمی کنن. آره. خبرها. آرت کافه توی مایلند گفته به خاطر اینکه 40% اجارش گرون شده میخواد تعطیل کنه. البته این اتفاق واسه چند تا بیزینس دیگه هم افتاده، مثل شایکا کافه که تو ام وی جی بود. کتاب فروشی استبلیو ولش هم قرار بوده ببنده، حالا مثل اینکه باهاش به توافق رسیدن حالا میخواد باز. استارباکس کلا میخواد ببنده، یه دونه شعبهش قراره باز بمونه. هفته پیش سه‌شنبه ساعت 3:30 صبح یه دفعه یه صدای خیلی بدی پیچیده بود توی شهر. یه عده متعجب شدن، یه عده گفتن خب ممکنه یوفو موفوها باشن، یه عده گفتن نه ممکنه یه اتفاقاتی تو جب افتاده، یه عده گفتن نه ممکنه زمین لرزه بوده. نصف ظرفیت کمپینگ کار در کل کبک تو سایت معروف سپک کلا تموم شده. اروپایی ها یه توقف کوتاه داشتن در مورد واکسن آسترازنکا، دوباره شروع کردن به تزریق، گفتن نه اوکیه. کامرون هیوز سلطان شادی محمد بوقی کانادا که بیش از 1500 مسابقات مختلف رو شرکت کرده، گفته که من وقتی کووید شد دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم، رفته از طریق زوم مسابقات ورزشی رو تشویق میکرد. یه کتابم نوشته. یه عده از مهاجرین که در خط اول مقابله با کرونا بودن گفتن چرا هیچ ما رو نمیبینه، به خاطر همین میخوان 7 روز پیاده روی کنن از مونترال برن تا اتاوا. رئیس بهداشت عمومی کانادا گفته که ما کاری نکردیم که حالا فعلا باید بدویم، باید خیلی تدابیر شدید امنیتی بیشتری در مقابل این کووید به کار ببریم. خبرهای اقتصادی. بیت کوین یکی همینطوری که داشت درجا میزد زد زیر پاش، یه $10,000 کانادا قیمتش افتاد پایین. ما از بس بیت کوین خریدیم دیگه هیچی نداریم. دقیقاً مصادف شده بودیم با اونی که آقای ماسک فروش گفته بودش که دیگه از این به بعد میتونی تسلا رو با بیت کوین بخرین. تسلا اصلا گفته من قصد ندارم بیت کوین رو بفروشم. دالیو که خیلی سرمایه گذار مشهوریه گفته که به زودی دولت ها ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین رو اعلام بکنن و مداخله کنن، مثل آمریکا که به شهرونداش حق نمیده که طلا داشته باشه. ها؟ چه طلایی؟ شمش طلا یا طلا؟ طلا زیورالا؟ نمیدونم. پس حق دارن میگن تو ایران آزادیه. به خدا نگید، من میترسم فردا ایران بدتر بشه بعد بگیرن طلا. نه تو ایران به جاش میگن حق استفاده از هوا نداره. آقای ایلامی ماسک فروشه گفته که دنبال این نباشید که دیفای رو باش مقابله کنید و بیت کوین یا کریپتوکارنسی به هر حال نهادینه خواهد شد. گفته نجنگید با این قضیه. خبرهای اجتماعی. بازگشت مشاغل مونترال به دوران قبل از کرونا زودتر از تورنتو و ونکوور. منم خودم خودمو خندم گرفت. اینا میشینن میگن آقا ما حرف نداریم بزنیم بریم جوک بگیم. نخست فرید من احتمال میدم واکسنه بود پایزر، احتمالاً اثراتمونه، چون میدونی که هفته گذشته فرانسو جونمون زد دیگه. آره فرانسوا اونی که زده فایزر بوده. میگم شاید این حرف اثر اونه. این رفته خودش فایزر رو زده. خب الان همه میگن چرا خودت فایزر میزنی به دیگه رو میخوای آسترازانکا زورکی تزریق کنی؟ من الکی میام خودمو میذارم به مونگول بازی. اینا بگن نه فایزر ساید افکت داره ولش کن اما آسترازانکا رو بزن. همه جا بازن ما هی رفتیم قرنطینه اومدیم بیرون. تازه الانم که میگم موج سومه. توی ونکوور از دوستامون هر کی شنیدیم میگفت ما هی فرست تو فرست میرفتن همش رستوران. واقعا نخست فرید دوزاری نبود، یه دلاری بودم میگم. بعد تازه از اون برم خانم رئیس کل بهداشت کانادا میاد میگه که نه الان فکر نکنید ما سخت گرفتیم، اگه قرار از کووید عبور کنیم یعنی بپریم از روش باید حتما می سختگیرانه تر برخورد کنیم. فقط هم به خوشیالی ها ما فقط رد زونیم اینجا. یه سری ها خشتک هاشون تنگه اومده نتونستن بپرن بعد پریدن خشتکشون پاره شد. دیگه از اینکه موقع روابط
جنسی ماسک بزنن، از اینکه کلا همه قرنطینه هم نمیتونم برای خونه هم چیکار میتونه بیشتر بکنه واقعا. خیلی کارا بابا الان مشکل اینه که 13 به دری که الان در پیش رو داریم ما میخوایم چی کار بکنیم؟ 14 به توش اول بگیریم بعد 13 به درش. 13 به در جمعه است که اینجام اتفاقا تعطیلیه. ویکند خیلی خوبیه. یا جمعه یا شنبه یا یک شنبه. 14 به در، 15 به در یا 16 به در. هر کدوم از این در به درا رو بخوام بگیرن، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما چیکار کنیم؟ خب آخه اینا میدونی که 13 رو دوست ندارن. ما هم دوست نداریم که میریم به در میکنیم دیگه. اینا میمونن تو خونه‌شون فرو میکنن. روحی بریم 13 به در، بعد بگیم ما مشغول انجام مراسم مذهبی هستیم. تا 250 نفر آزاده دیگه. 13 به در آش رشته داره. خب میتونیم شوربا درست کنیم. شوربا. آقای دکتر کاظم آقامیر گفتن که کرونا باعث شده که عفونت جنسی کاهش پیدا کنه. همه سپری بودن. نه. آره. فواید کرونا را بشمارید. 1. عفونت‌های جنسی کم می‌شود. 2. مصرف روغن‌های مختلف زیاد می‌شود. داروهای سنتی همچون شاش شتر مصرفش بالا میره و باعث رونق اقتصادی میشه. اون موقعی که خودش بهش این حرفو می‌زده نمی‌دونم یه ذره فکر نکرده به این موضوع. همش کم خورد. ماسکای آبی خاکستری مدتی پخش شد در سطح شهر، مخصوصا توی مدارس به معلم‌ها و دانش آموزا داده بود استان کبک. الان به نتیجه رسیدن که ای وای گرافن نانو داره توش و مشکلات ریوی ایجاد میکنه. شما از کرونا در میری مشکل ریوی مزمن پیدا میکنی. فراخوان دادن همه رو جمع کنن، فکر کردن تویوتاست. این که تویوتا نیست عزیز من، این ماسکه. یارو میزنه میمیره. خنده دارش اینه که گفتن این ماسک رو سریعا بزنیم توی ظرف دربسته دور از همه جا نگهداری. دیروز اون دهنشون بوده. شهردار تورنتو جناب آقای جانتوری لانتوری نه جناب آقای لانتوری آقای جان مشبک 20 مارچ 2021 رو به عنوان روز نوروز نامگذاری کرده. دیگه لانتوری نیست الان، مرد احترام قائلم. چرا اینکه اسمش بده ولی نیتش خیره؟ انقدر گفتین جان توری جان توری، من یاد این لامپ های توری بود بچه بودیم برق میرفت. دقیقاً اول با پیکنیک بود. آره. یادت باشه خداییش نورش خوب بود یادتونه؟ آره یادش بخیر. یه خانم مونترالی، خانم فانی لاپونت، لاپونت پس از امتناع از قرنطینه شدن فرودگاه رو ترک کرد. خیلی راحت راه افتاد و رفته خونش. ویدیو رو بیش از 30,000 تا از فالوورهای اینستاگرامش ارسال کرده. جریمه‌ش هم نکردن. نه این خبر تا الان 48 ساعت پیشه. بریم مسافرت. گفته که من چند تا ویدیو دارم، همه دارن با هم دیگه میرن بیرون، کلی آدم تو هم دیگه است. پول هتلشو داده و نرفته هتل. خود فرودگاه بهش گفتن که باید بری هتل، مبلغش هم $1,300 قبول نکرد و راه افتاده رفته. چه حالی میده حالا بره دو سه روز دیگه یهو بیفته به کرونا، بعد قبض هم صادر کنن تیکتش بره دم در خونه. اون که اصلا شک نکن کفگی اولش یادتونه چه اتفاقی افتاد تو شهر شبرود؟ یه خانومه شوهرشو قلاده بسته بوده، بعد برگشته گفته بود شما خودتون گفتید که حیوان خانگیتون میتونی ببری بیرون. این شوهرم نیست که، این حیوان خانگی. شوهرش هم گفت بله من سگشم. $3,000 به این جریمه زدن، $3,000 به اون جریمه زدن. گفتن حالا با هم برید قدم بزنید. فرانسا جون یه گلگی کرده، آمپولو که زده همه از دستش ناراحت شدن، رفتن تو صفحه فیسبوکش یه کارایی کردن. یه صبح زیبا و قشنگ دوست داشتنی و آروم و برای همه آرزو کرده. گفته قبلن صفحه فیسبوک هم خیلی آروم بوده ولی یه چند وقتی هست که همه یه سری توش میزنن و البته اونایی که نمیتونن خودشونو نگه دارن یه جور دیگه توش سر میزنن، اونا دیگه ته میزنن. یه خورده از دست برابرش ناراحت بود. اول شفاف سازی کنید. آقای لوگو ناراحتی که چرا فیسبوکش الان وایرال شده، چرا مثلا مردم میرن تو سر میزنن بعد خودشون نمیتونن نگه دارن همونجا تخلیه میکنن. گفته که مگه خودتون خونتون توالت نداره؟ شاید آقای لوگو لوگوش عوض کرده، لوگوی فیسبوکش رو مثلا یه دبلیو سی زده اون بالا، زده تی دبلیو. پیرو تصمیمات شهردار در جهت اینکه زبان فرانسه رو بیشتر روش سختگیری بکنن و اینا احتمالاً زده تدوبه. آفرین آفرین، ببخشید من تی دبلیو نبود، تدوبه معنیش میشه مستراب.
هواشناسی. این هفته دوستان عزیزمون همشهریان محترم مونترالی، این هفته آب و هوای خیلی خوبی داریم. من قول میدم شخصا میره بالای 16 اینا، میگه خوب میشه، آخر هفته خوبی داریم. کام 20 تو حالا هر چی گفتی اوضاع برعکس شده. هفته پیش نگفتم سرد میشه، بارون میاد، برف داریم. یک شنبه بارونی نبود، دو شنبه بارونی نبود. همه ما خوب میدونیم که آهن رو به طور کامل نمیشه از بین، اما اگر آهن زنگ بزنه خودش میتونه خودش رو نابود کنه. فکرهای منفی هم دقیقا مثل آهن زنگ زده است که مرور باعث نابودی ما میشه. خیلی مراقب این فکرهای منفی باشیم، حتی کوچیکترینش. یه سوراخ کوچیک میتونه بزرگترین کشتی دنیا رو هم غرق کنه. این ذهن بشره که همه چی رو میسازه. پس سعی کن با ذهن و افکار مثبت یه سازنده باشی، نه یه بازنده. کانال یوتیوب سبا مدیاز رو برید سابسکرایب کنید، زنگوله هم دلینک کنید، هر وقت از شبانه روز دلتون خواست شورباز رو تماشا کنید. یس، کلاب هم درست کردیم تو کلاب هاست، اونجا هم ما رو دنبال بکنید. روز و روزگار خوش. بای بای بای.